رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. با سلام و درود خدمت هم‌میهنان گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما هم‌میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه 1403 و مطابق با 14 ماه می 2024 706 برنامه از 14 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که امروز روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، همینطور روز جمعه آینده روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوریه و بالاخره دوشنبه آینده روز اهدای عضو. ما اینجا یک کارتی داریم بهش میگیم کارت اسورانس ملدی. این کارتی که وقتی بیمارستان میریم یا به پزشک میخوایم مراجعه کنیم اون رو نشون میدیم که ما این کارت رو داریم و پول پزشک و بیمارستان رو عکس برداری و آزمایش به همه اینا رو دولت پرداخت میکنه. و پشت این کارت یک جایی داره که اگه کسی بخواد بعد از مرگش اعضای بدنش رو اهدا بکنه اون پشت رو امضا میکنه. و بعد مسلما بنده هم همیشه پشتش رو امضا میکنه. اون کارت رو چند سال مثل تصدیق رانندگی تمدید میشه و جالب اینجاست که هر دوش یه جا تمدید میشه، یعنی باید بریم عکس بگیریم، همون عکسی که رو تصدیق رانندگی میذارن همون رو روی اون کارت بیمارستانی هم میذارن. خدمت شما عزیزان عرض کنم که یک بانوی به اسم خانم محسنی از کشور ترکیه، ایشون هم مثل من تنبله، به جای اینکه بنویسه وایس فرستاده، ضبط کرده فرستاده. ایشون متخصص تکنیک باون هستن. تکنیک باون هم یه جور تکنیک درمانی مثل فیزیوتراپی، یا البته ایشون متخصص ماساژ درمانی، خیلی تخصصهای مختلفی در مدیسن آلترناتیو طب مکمل دارد. ایشون درباره یکی از بیماران ایشون که یک آقایی بوده که با یک حرکت خفیف دچار یک درد زانوی شدید شده و از من خواسته بود که راهنمایی کنم و ازشون خواستم اگر
امارایشو دارن امارای بفرستن، اگر ندارن یه عکس ساده بفرستن که من عکسشون رو ببینم همینجوری رو هوا چیزی نگم. با این حال معمولا اگر با یه حرکت خفیف ما دچار مشکلات درد در زانو بشیم، سه تا چیز ممکنه باشه: یا یک آرتروز زانو، یا یک زانوی وارون، یا یک زانوی والگوم. ما البته فارسی میگیم، فرانسه میگیم واروم والگوم، فارسی نمیدونم چی میگم. خلاصه برنامه هفته آینده هم درباره صدمات عضلانی استخوانی مفصل زانو خواهد بود. هر دوی این برنامه برای کمک به این بانوی هموطن در شغل خودش هست، و البته اگر امارای یا عکس برداری بفرستن، اگر چیز دیگری هم باشه، خب برنامه دیگری هم در اون باره خواهم داشت که هم دوستان استفاده بکنند و همین بانوی هموطن. خب اول از همه درباره آرتروز زانو صحبت کنم. یه چیزی که همه هممیهنان همسن و من به طریقی باش آشنایی دارن از دوستان قدیمه. بله، آرتروز زانو یک آسیب مزمن مفصله که در زانو رخ میده و با تخریب بزرگ مشخص میشه. معمولا هر دو زانو تحت تاثیر قرار میگیرند. مراقبت های مناسب برای تسکین درد و مبارزه با ناراحتی های آرتروز توصیه میشه. آرتروز زانو رو بهش گونارتروز هم میگن. این یک آسیب شناسی مزمن مفصل زانو. این بیماری با تجزیه غضروف مفصلی مشخص میشه. استئوآرتریت، ببخشید. استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفصلی. گونارتروز به طور خاص برای آرتروز زانو به کار میره. در اکثر موارد مفصل استخوان ران که استخوان ران رو با استخوان درشنه یعنی استخوان ساق پا متصل میکنه تاثیر میذاره. با این حال میتونه مفصل کشکک رانی یعنی اونجایی که استخوان ران و استخوان کشکک استخوانی که جلوی زانو قرار داره مفصل ایجاد میکنند هم تاثیر بذاره. در نهایت چند مورد آرتروز زانو وجود داره که هر دو مفصل یعنی هر دو زانو معمولا به طور همزمان تحت تاثیر قرار می گیرن. علل آرتروز زانو. ایجاد آرتروز زانو عموما به دلیل تجمع عوامل خطر متعدده. حالا امروز من در خیلی خلاصه درباره چند تا عاملش صحبت می کنم. بله، عوامل خطر برای آرتروز زانو. به نظر میرسه که عوامل زیادی در ایجاد آرتروز زانو مؤثر باشه. استئوآرتریت از سن 50 تا 60 سالگی از همه شایع تره. در خانم ها گونارتروز بیشتر مخصوصا پس از یائسگی رخ میده. عوامل ژنتیکی. زانوی وارون
حالا که بعدا عرض میکنم چیه، که مربوط به انحراف محور پا با زانوها به سمت بیرونه و همینطور زانوی والگوم که منجر به انحراف محور ساق با حرکت زانوها به سمت داخل میشه و همینطور وزن اضافی که منجر به اضافه بار روی مفاصل میشه و حمل مکرر بارها که همچنین باعث اضافه فشار روی مفاصل میشه و تمرین مکرر بعضی از ورزش ها و یا فشرده فعالیت های خاصی که باعث میکرو تروما میشه و باعث میشه که کار بیش از حدی از مفاصل و ربات ها درخواست بشه، اینها باعث آرتروز زانو میشن. همینطور ترومای زانو مانند پارگی ربات صلیبی قدامی یا آسیب وارد شده به منیسک، شکستگی و غیره. بعضی از بیماری های متابولیک مانند نقرس، برخی از بیماری های التهابی مانند آرتریت روماتوئید و پاتولوژی های عفونی پاتولوژی های عفونی خاص مانند آرتریت عفونی، اینها میتونن باعث آرتروز بشن. حالا چه کسانی مبتلا به آرتروز زانو میشن؟ استئوآرتریت یک آسیب شناسیه که با افزایش سن شایع‌تر میشه. کارشناسان تخمین میزنن که 3% از جمعیت قبل از 45 سالگی و 65% بعد از 65 سالگی و 85% بعد از 80 سالگی به اون مبتلا میشه. آرتروز میتونه سطوح مختلف بدن رو تحت تاثیر قرار بده. استئوآرتریت زانو یا همون گونارتروز 30% موارد رو تشکیل میده. با این حال آرتروز زانو میتونه زودتر ظاهر بشه. افراد مبتلا اغلب به دلیل انجام بعضی ورزش ها که فشار زیادی به زانو وارد میکنه دچار آسیب های زانو شده هست. مثل وزن برداری یا ورزش های مثل کاراته، فوتبال، ورزش هایی که فشار زیادی روی زانو ها میده. تشخیص آرتروز زانو به طور کلی بر اساس موارد زیر: یک، معاینه بالینی همراه با پرسش به منظور ارزیابی نوع درد، ناراحتی احساس شده یا حرکت زانو، تحرک زانو. معاینات تصویربرداری پزشکی برای ارزیابی وضعیت مفصل و روشن شدن ماهیت آرتروز زانو. از کردن تصویربرداری پزشکی، خب در مرحله اول یک رادیوگرافی ساده و در صورت تشخیص پزشک یک MRI یا کتسکن یا اسکن خیلی چیزا رو به ما نشون میده. مسلما تصویر MRI خیلی دقیق تر و بهتر از اسکن.
معمولا تشخیص رو یک روماتولوژیست انجام میده یا یک متخصص بیماری های استخوان. علائم آرتروز: علائم آرتروز زانو، اول از همه درد. علامت معمولی آرتروز زانو درد زانو است. این درد ناپیوسته است، یعنی دائمی نیست و مکانیکی نامیده میشه. از این بدان معنیه که در حین ورزش درد شروع میشه یا افزایش پیدا میکنه و در هنگام استراحت آرامش پیدا میکنه یا از بین میره. زانو درد ممکنه کمی در دردها با هم متفاوت باشن بسته به اینکه کدوم مفصل درگیر شده. اگر استئوآرتریت زانو بر مفصل فموروتیبیال اثر بذاره، درد انتشار بیشتری داره. هنگامی که آرتروز مفصل کشککرانی رو تحت تاثیر قرار میده، درد عمدتا در جلوی زانو متمرکز میشه. مشکل در راه رفتن: درد زانو میتونه باعث ایجاد مشکل در حرکت بشه. راه رفتن: اگر وقتی راه میرید در زیر پای شما یک شی سنگ ریزهی سنگ یه چیزی قرار داشته باشه که شما متوجه نشین و پاتون رو روی اون بذارین، درد شدیدتر میشه. یا اگر یک باری رو حمل بکنید، درد شدیدتر میشه چون فشار بیشتری به زانو وارد میشه. سفتی مفاصل: پس از یک دوره طولانی عدم تحرک، به خصوص پس از یک شب دراز کشیدن، خوابیدن و حرکت نکردن، ممکنه به نظر برسه که زانوها قفل شدن. مفصل ممکنه به چند دقیقه نیاز داشته باشه تا تحرک خودش رو دوباره به دست بیاره. یعنی باید ماساژش بدین، گرمش کنین، یواش یواش حرکتش بدین تا بتونه به حرکت کامل برسه. درمان های آرتروز زانو: هیچ درمان قطعی برای آرتروز زانو وجود نداره. مدیریت شامل تسکین علائم، این مبتنی بر نظارت منظم پزشکی و میتونه توسط پوشیدن اورتز، اینجا پرانتز باز کنم، وقتی میگم اورتز یا اورتز کف پایی که تو کفش میذاریم بسته به مشکل زانو، یا اورتز زانوه، یعنی آرتروزی که دورور زانو رو نگه میداره یا باعث میشه که فشار کمتری به زانو بیاره. بله، استفاده از عصا در صورت لزوم و حمایت تغذیه‌ای و غذایی در صورت اضافه وزن و درمان‌های دارویی برای تسکین درد. تزریق کورتیکواستروئیدها در صورت لزوم و بالاخره جراحی به عنوان آخرین راه حل با نصب پروتز زانو انجام میشه. و اینم خدمت رو عرض کنم که جراحی های مختلفی وجود داره بستگی به اینکه کدام استخوان صدمه شدیدتری دیده باشه. گاهی وقتا مقدار کمی از مفصل ران رو عوض میکنن، یا بعضی وقتا مفصل روی استخوان تیبیا رو عوض میکنن، و گاهی وقتا هم کاملا هر دو رو عوض میکنن و یک زانوی مصنوعی جاش میذارن. پیشگیری از آرتروز زانو شامل محدود کردن عوامل خطر
تا حد امکان. یعنی اگر وزن برداری میکنید، اول یک کمی نرمش کنید، زانوها رو گرم کنید، پا رو گرم کنید، در دست و شانه ها آرنج رو یک کمی گرم بکنید، بعد شروع کنید چیز سنگین برداشتن. و در منزل هم یا محیط کارتون هم اگر مجبورین یه چیز سنگین بلند کنین، یادتون باشه که چند سالتونه و اون چیز سنگین چند کیلوه. من خودم آلزایمر دارم، در بیشتر مواقع یادم میره که 77 سالمه. کارایی که در جوونی میکردم حالا نباید بکنم، ولی باز میکنم. یه 3-4 روزم کمر درد دارم، مثل خرچنگ را میرم. این 3-4 روز آلزایمرم خوب میشه، ولی بعد که مشکلات برطرف شد دوباره دچار همون آلزایمر میشه. همینطور توصیه میشه که رژیم غذایی سالم و متعادل داشته باشید، فعالیت بدنی منظم داشته باشید، یعنی ورزش کنید، اون هم مطابق سنتون ورزش کنید و مطابق وضعیت بدنیتون ورزش کنید. هر یه دفعه حاضر 100 کیلویی بزنید زیرش له بشین بگید اصلاجی گفت ورزش کن، من ورزش کردم. بهترین ورزش پیاده رویه و مواظب باشید که اگر مشکلی دارید، اول از همه ارتز برای کفشتون تحت نظر پزشک و ارتزیست درست کنید، یا ارتز زانوبند اونم تحت نظر پزشک تهیه کنید. البته راه ساده تری هم وجود داره که میتونید از این کفی هایی که در داروخانه میفروشن تهیه کنید. معجزه نمیکنه، ولی از هیچی بهتر برای راه رفت. خب حالا بریم سراغ زانوی وارون. این عکس زانوی وارون. زانوی وارون به انحراف بیرونی زانو اشاره داره. این بیماری قبل از 3 سالگی فیزیولوژیک و در صورت تداوم پاتولوژیک نامیده میشه. در اصطلاح رایج ما گاهی اوقات از پاهای کمانی صحبت میکنیم، یعنی هر دو زانو از یکدیگر دور میشن. در مورد زانوی وارون، زانوی وارون پاتولوژیک میشه درمانهای خاصی رو در نظر گرفت. بله، وقتی میگیم زانوی وارون، به انحراف زانوها اشاره داره که در طول رشد رخ میده. در هنگام تولد محور اندام تحتانی هنوز به طور کامل مشخص نشده. نوزاد تازه متولد شده به طور طبیعی دارای زانوی وارون، یعنی انحراف بیرونی زانوها. محور اندام تحتانی با بروز زانوی وارون قبل از یافتن همترازی فیزیولوژیکی بزرگان به تدریج معکوس میشه. با این حال مواردی وجود داره که این زانوی وارون ادامه پیدا میکنه و بهش زانوی وارون پاتولوژیک میگه، و در تقابل با زانوی وارون فیزیولوژیکی که در سالهای اول بچه ها ایجاد میشه. زانوی وارون پاتولوژیک میتونه توضیحات زیادی داشته باشه که در خدمتون عرض خواهم کرد. علل زانوی وارون
تا حدود 3 سالگی فیزیولوژیکی در نظر گرفته میشه، یعنی مرحله از رشد کودک رو تشکیل میده و سپس این زانوها به تدریج با محور فیزیولوژیکی بزرگان هماهنگ میشه. زانوی والگوم هم اگر فروکش نکنه پاتولوژیک تلقی میشه. والگوم هم الان بعد از این خدمتتون عرض میکنم. این مورد نشانه آسیب به صفحه رشد کودک که ممکنه منشأ مادرزادی یا اکتسابی داشته باشه. علل اصلی زانوی واروم پاتولوژیک عبارتند از واروس مادرزادی که عموماً نتیجه ناهنجاری جنینه و بعد راشیتیسم به دلیل کمبود ویتامین دی یا راشیتیسم مقاوم به ویتامین دی که منجر به نقص یا تأخیر در معدنی شدن استخوان میشه. کندروپلازی که یک بیماری ژنتیکیه که منجر به کوتولگی میشه، یا بیماری لونت که با نقص رشد در ساق پا مشخص میشه. دیسپلازی های خاص یعنی اختلالات رشد بافت یا اندام مانند دیسپلازی فیبرو غضروفی کانونی هم باعث بیماری میشه. تشخیص زانوی واروم بر اساس معاینه بالینی متخصص مراقبت های بهداشتی به طور مشخص اندازه گیری میکنه فاصله بین کندیلی، یعنی فاصله بین کندیل های داخلی سر استخوان ران، زاویه فمور تیبیال یعنی زاویه بین استخوان ران و درشنه که همون استخوان ساق پاست. در اکثر موارد تشخیص زانوی والگوم در کودکان انجام میشه. این باید در حالت ایستاده با زانوهای کشیده و کاسه زانو رو به جلو قرار بگیره. در صورت امتناع کودک معاینه میتواند در حالت درازکش انجام بشه. برای تشخیص بیشتر و شناسایی علت زانوی واروم میشه از معاینات تکمیلی استفاده کرد. متخصص مراقبت های بهداشتی به طور خاص ممکنه سوالاتی بپرسه و همینطور درخواستایی رو تجویز کنه، مثل معاینات تصویربرداری پزشکی و همینطور دوز ویتامین دی در خون کودک. افراد مبتلا به زانوی وارون این در بسیاری از کودکان بین 0 تا 2 سال دیده میشه و سپس مرحله از رشد طبیعی رو تشکیل میده. زانوی وارون پاتولوژیک نادرتره، زمانی رخ میده که انحراف زانوها بعد از 3 سالگی ادامه پیدا بکنه. باز یه دور دیگه عکس به شما نشون میدم. به طور کلی در کودکان و گاهی در بزرگسالان نیز تشخیص داده میشه. عوامل متعددی میتونن خطر ابتلا به زانوی واروم پاتولوژیک رو افزایش بدن، مثل استعداد ژنتیکی، اضافه وزن یا چاقی زودرس، کمبودها از جمله کمبود ویتامین دی، انجام بعضی از ورزش ها اغلب در سطح بالا، سنین بالا. علائم زانوی وارون: انحراف زانو به سمت خارج،
یا انحراف با انحراف بیرونی زانوها مشخص میشه. هر دو زانو دور از هم قرار میگیرن. در اصطلاح رایج ما گاهی اوقات بهش میگیم پاهای کمانی. بسته به مورد، انحراف زانو میتونه یک طرفه یا دو طرفه، کم و بیش شدید، متقارن یا نامتقارن باشه. علائم دیگرش ناراحتی در حین راه رفتن و وقتی که راه رفتن ادامه پیدا میکنه. جنوبارون میتونه حرکات اندام تحتانی رو مختل بکنه. این ناراحتی گاهی میتونه با درد و سفتی زانو همراه باشه و عوارضی که ایجاد میتونه بکنه، یک زانوی وارم پاتولوژیک میتونه منجر به تخریب تدریجی غضروف بشه. این یک عامل خطر برای گونارتروز حساب میشه یا همون استئوآرتریت زانو. درمان زانوهای درمانهای زانوی وارم قبل از 3 سالگی. زانوی وارم فیزیولوژیکی احتیاجی به درمان نداره. یک مرحله طبیعی رشد بچه است و انحراف بیرونی زانوها به طور طبیعی محو میشه. در سوی دیگر، در موارد خاصی از زانوی وارم در صورت پاتولوژیک بودن میتوان درمان را در نظر گرفت. بستگی به علت شناسایی شده و علائم درک شده داره. مکمل ویتامین د برای کمبود، استئوتومی که یک عمل جراحی با هدف ترمیم ناهنجاری های استخوان و مفصله ممکنه لازم بشه. بله، یک دزپی فیزیو دز که یک مداخله جراحیه کمک میکنه به کاهش اپیفیزیودل، یعنی اختلال رشد یا ضربه به غضروف، و همینطور درمان های ارتوپدی مثل استفاده از آتل یا همون زانوبندهای مختلف و یا کفیه توی کفش، و همینطور شاید جلسات فیزیوتراپی کمک بکنه. درمان های ضد التهابی و ضد درد در صورت درد شدید در زانو لازم میشه. و برای پیشگیری، نمیشه این بیماری رو پیشگیری کرد، مخصوصا مواردی که منشأ ژنتیکی داره، ولی میشه با اضافه وزن در کودکان، مبارزه با اضافه وزن در کودکان و همینطور جلوگیری از کمبودهای تغذیه‌ای در کودکان و داشتن یک رژیم غذایی متعادل و متنوع کمک بکنه. بعد یک لحظه اجازه بدید. حالا بریم سراغ زانوی والگوم. این عکس زانوی والگومه. زانوی والگوم به انحراف زانو به سمت داخل اشاره میکنه. این بیماری قبل از 7 تا 8 سالگی فیزیولوژیک و در صورت تداوم پاتولوژیک نامیده میشه و این در حالی است که مچ پاها از هم دور میشن و
در اصطلاح ما گاهی بهش میگیم طرف دارای ساق پای ایکس هست، یعنی مچ پاها از هم دور میشه در صورتی که زانوها به هم نزدیک میشن. در موارد پاتولوژیک یک زانوی والگوم میتونه درمانهای خاصی رو احتیاج داشته باشه. بله، همونطور که عرض کردم زانوی والگوم به انحراف زانوها اشاره داره که در طول رشد رخ میده. در بدو تولد محور اندام تحتانی هنوز به طور کامل مشخص نشده. نوزاد تازه متولد شده به طور طبیعی دارای زانوی وارومه. ببینید بعض چیزایی که در اون قسمت زانوی واروم گفتم در زانوی والگوم هم تکرار میشه، یعنی انحراف بیرونی زانوها به تدریج محور اندام تحتانی معکوس خواهد شد و سپس زانوی وارون یا زانوی والگون فرم طبیعیش رو به دست میاره. انحراف مشخصه یک زانوی والگوم معمولا در حدود 3-4 سالگی به حد اکثر میرسه و در سالهای بعد از اون کم کاسته میشه، کم میشه. دو زانوها به تدریج با محور فیزیولوژیکی بزرگان هماهنگ میشه. در برخی موارد زانوی والگوم میتونه بیش از 7-8 سال باقی بمونه که بهش پاتولوژیک میگه، و در تقابل در مقابله با زانوی والگوم فیزیولوژیکی که در سالهای اول بچه ها تولید میشه، زانوی پاتولوژیک میتونه توضیحات زیادی داشته باشه که به خدمتتون عرض خواهم کرد. علل زانوی والگوم به طور متوسط بین 2 تا 6 سالگی زانوی والگوم فیزیولوژیکی در نظر گرفته میشه و مرحله از رشد کودک رو تشکیل میده و به طور طبیعی ناپدید میشه. زانوها به تدریج خود را روی محور فیزیولوژیکی بزرگان قرار میدن. آنها با مچ پا و باطن هماهنگ. زانوی والگوم اگر از 7-8 سالگی بهبود نیابد یا نامتقارن شود پاتولوژیک تلقی می شود. دو نوع وجود دارد، زانوی والگوم اولیه و زانوی والگوم ثانویه. اولی میتونه خانوادگی باشه و به خوبی تحمل بشه و یا به دلیل اضافه وزن ایجاد بشه، و زانوی والگوم پاتولوژیک ثانویه میتونه پیامد اختلالات مختلف رشد بشه، مثل رشد بیش از حد درشنه به دنبال شکستگی درشنه پروکسیمال یا اپیفیزیودر پس از یک سانحه که یک اختلال رشد همراه با ضربه به غضروفه، یا به دلیل وجود راشیتیسم به دلیل کمبود ویتامین دی یا راشیتیسم مقاوم به ویتامین دی که منجر به نقص یا تأخیر در معدنی شدن استخوان میشه. فسیکوکوندروپلازی یک بیماری نادره که منجر به کندی
شدید رشد میشه، یا استئوکوندرودیسپلازی که گروهی از بیماری های نادر و ارثی را تشکیل میده که بر استخوان ها تاثیر میذاره. تشخیص زانوی والگون بر اساس معاینه بالینیه. متخصص مراقبت های پزشکی به طور مشخص اندازه‌گیری میکنه فاصله بین برآمدگی های داخلی واقع در مچ پا که ما به فارسیش میگیم قوزک پا و زاویه فمورتیبیال، یعنی زاویه بین استخوان ران و استخوان درشنه، استخوان ساق پا. در اکثر موارد تشخیص زانوی والگون در کودکان انجام میشه. این باید در حالت ایستاده با زانوهای کشیده و کاسه زانو رو به جلو قرار بگیره. در صورت امتناع کودک، معاینه میتونه در حالت درازکش انجام میشه. برای تشخیص بیشتر و شناسایی علت زانوی والگون میشه معاینات تکمیلی رو انجام داد. یک متخصص مراقبت های بهداشتی به طور خاص ممکنه درخواست کنه که معاینات تصویربرداری پزشکی، میزان دوز ویتامین دی در خون، انجام بشه. زانوی والگون در بسیاری از کودکان بین 2 تا 6 ساله دیده میشه و سپس مرحله از رشد طبیعی رو تشکیل میده و زانوی والگوم پاتولوژیک نادرتره. زمانی رخ میده که انحراف زانو بعد از 7-8 سالگی ادامه پیدا بکنه. باز دوباره عکسشو بهتون نشون میدم. به طور کلی در کودکان و گاهی در بزرگان نیز تشخیص داده میشه. عوامل خطر برای زانوی والگوم پاتولوژیک. عوامل متعددی میتوانند خطر ابتلا به زانوی والگوم پاتولوژیک رو افزایش دهند. استعداد ارثی، اضافه وزن یا چاقی زودرس، کمبودها از جمله کمبود ویتامین دی و ضربه ای که وارد بشه مانند شکستگی یا یک شوک به مفاصل، اینها میتونن باعثش باشه. علائم زانوی والگون: انحراف زانوها به داخل و همینطور یعنی زانوها به هم نزدیک میشن و در حالی که مچ پا از هم دور میشن. در اصطلاح رایج همونطور قبل نوشت کردن ما بهش میگیم پای ضربدری یا پای ایکس، که میتونه این مشکل میتونه مشکل زانو میتونه یک طرفه یا دو طرفه، کم و بیش، شدید، متقارن یا نامتقارن باشه و ناراحتی هنگام راه رفتن ادامه پیدا میکنه و زانوی والگون میتونه حرکات اندام تحتانی رو مختل بکنه. این ناراحتی گاهی میتونه با درد و سفتی زانو همراه باشه. خطر عوارض زانوی والگوم پاتولوژیک میتونه منجر به تخریب تدریجی غضروف بشه. این یک عامل خطر برای گونارتروز یا استئوآرترایت زانو. درمان های زانوی والگوم فیزیولوژیکی که به طور متوسط بین 2 تا 6 سالگی
اتفاق میفته احتیاجی به درمان نداره، یک مرحله طبیعی رشد کودک و انحراف زانو به طور طبیعی محو میشه. حالا اگر پدر مادرایی هستن که خیلی حساسن، وحشت زده میشن، خب اینها میتونن به یک متخصص استخوان یا یک فیزیاتر مراجعه بکنن که اگر تشخیص داد فیزیوتراپی یا ماساژ درمانی انجام بشه یا درمانهای دیگه. از سوی دیگه ما داریم پدر مادرهایی داریم اینجا به فرانسهش میگن پرپول یا مرپول، یعنی یه پدری که مثل مرغ یا مادری که مثل مرغ خیلی زیادی زیادی متوجه به مورد بچه. در بعضی از موارد خاص این زانوی والگام پاتولوژیک احتیاج به درمان میتونه داشته باشه که یک استئوتومی، یک عمل جراحی. البته این درمان ها استئوتومی آخری میشه، باید اول علت بیماری شناخته بشه و اون علت بیماری رو باید در درمان کرد، مثل مکمل ویتامین دی اگر کمبود باشه و همینطور این جراحی استئوتومی برای یک جراحی برای برداشتن و قسمت هایی که فشار وارد میکنه برای ترمیم ناهنجاری های استخوان و مفصل که بهش میگیم فیدیوده، یعنی اختلال رشد همراه با ضربه به خودرو رو درمان میکنه و همینطور درمان های ارتوپدی مثل پوشیدن یک آتل زانو، زانوبند یا ارتز زانو یا ارتزی که توی کفش میذارن، ارتزی که توی کفش میذارن قسمت کف پا رو یک طوری، اون ارتز یک طوری کف پا رو قرار میده که فشار کمتری به اون ناحیه از زانو وارد بشه. جلسات فیزیوتراپی کمک میکنه درمان های ضد التهابی و ضد درد اگر درد شدید وجود داشته باشه لازم میشه و برای پیشگیری نمیتونیم داشته باشیم، پیشگیری نداره، مخصوصا در مواردی که منشأ ارثی هست. بله، و همینطور باید از اینکه کودک اضافه وزن پیدا بکنه جلوگیری بکنیم، همینطور جلوگیری بکنیم که کمبودهای تغذیه‌ای برای بچه وجود نداشته باشه و یک رژیم غذایی متعادل و متنوع رو دریافت بکنه و همینطور و اینجا الان خیلی مده که بچه ها، نه همه بچه ها، اونایی که بیشتر به بچه هاشون توجه دارن یا قدرت مالی بیشتری دارن، برای بچه ها کلاس های مختلفی هست، کلاس های ورزشی مثل شنا کردن راحته برای اینکه اینجا استخر آب گرم مجانی هست که بچه ها میتونن برن اونجا شنا یاد بگیرن، ولی ورزش هایی هستن که برای بچه میتونن برن با این مبلغ کمی فوتبال بازی کنن یا ورزش های رزمی انجام بدن. و چیزی که اینجا خیلی موده ورزش هاکیه که بچه ها میتونن برن هاکی بازی بکنن، البته وسایل هاکی گرونه ولی خیلی جاهایی هستن که وسایل هاکی دست دوم رو یا مجانی به بچه ها میدن و یا با یک قیمت خیلی نازل. حالا اینو گفتم یادم افتاد، وقتم داریم
یادم افتاد یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم. طبق آمار رسمی دولت کانادا در بزرگ شهر تورنتو از هر 10 نفر یک نفر از بانک غذا مجانی میگیره و در این استان ما، در شهر ما من خودم اطلاعات دقیق دارم، خانوادههایی هستند که هم زن و هم شوهر کار میکنند، کار نسبتا خوبی هم دارند. با این حال قدرت مالی برای مواد غذای روزانه ندارد. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که شما یه خونه داری مال خودت نیست، شما یه ماشین داری مال خودت نیست، یعنی از صبح تا شب هرچی جون میکنی کار میکنی، آخر ماه باید ببری دو دستی تقدیم بکنی به بانک و همینطور مخارج دیگری هست، مخصوصا اگر بچه داشته باشی. اینه که اگر در مرحله اول در فامیل خودتون، در مرحله دوم اگر یک هموطنی رو بشناسید و در مرحله سوم اگر یک شخصی رو بشناسید که احتیاج به کمک داره و شما قدرت کمک دارید، از کمک کردن خودداری نکنید. البته همونطور که عرض کردم اینجا در شهر ما یک انجمنی هست که دو قسمته، یک قسمتش لباس و وسایل دست دوم که مردم مجانی بهش میدن، اینها رو به قیمت خیلی نازل میفروشه. بعضی وقتا کمپانی های بزرگ که جنسشون که فروش نرفته رو مخصوصا در آخر فصل تابستون و پاییز، تابستون و زمستون، برای اینکه لباس ها رو انبار نکنن و پول انبار ندن، اینها رو میدن به این ارگانیسم های به اصطلاح بیانفزان، یعنی کمک کننده. و این مغازه که عرض کردم، این که جنس های دست دوم رو ارزان میفروشه، به غیر از این که ده ها کارمند داره که از اونجا نون میخورن، روزانه 340 نفر رو غذای مجانی، نهار مجانی بهشون میده و همینطور یک بانک تغذیه داره که ماهی دو یا سه بار، دقیقا نمیدونم، ماهی دو یا سه بار افرادی که میرن باید کارت شناسایی ببرن، بگن چند نفر هم از خانوادهشون، مثلا 3 نفر هم 3 تا کارت شناسایی بدن و اونجا کارتی بگیرن که اونجا عضو میشن. یادم نیست 2 بار یا 3 بار در ماه اینها میتونن برن و غذای مجانی بگیرن، یا اگر بخوان یک قسمتی هم داره که غذاهای آماده شده یا سن خود و لوبیا و برنج و عدس و اینطور چیزها در پاکت های نایلونی آماده هست به قیمت خیلی ارزونتر از مغازه بیرون بخرن. مثلا این منظورم از این که وضع دنیا به شدت داره به هم میخوره، خیلی هستن که قدرت مالیشون اجازه روش نمیده که مثل 2 سال پیش زندگی کنن. اینه که اگر هموطن این رو میشناسید که احتیاج به کمک داره، به طریقی که خودتون میدونید
و شخص آزرده خاطر نمیشه، یه نحوی بهش حتما این کمک رو انجام بده. خب وقت ما به پایان رسید، یه دو سه دقیقه زودتر به پایان رسید که حتما هوا خانم یا آقای بهبهانی یه چیز جالبتری از برنامه من براتون پخش کنم. برنامه رو با شعار پایان برنامه که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میبریم. تا هفته و هفته آی آینده شما رو به خدا میسپارم و برنامه هفته آینده ما درباره صدماتی که به زانو ممکنه وارد بشه خواهد بود و امیدوارم که این برنامه و برنامه هفته آینده برای خانم محسی و سایر همیهنان عزیز و بینندگان و شنوندگان میهن تیوی مفید واقع شده باشه. تا هفته و هفته های آینده با درود و بدرود.